سلام، وقت همه عزیزان بخیر، سال نوتون مبارک. امیدوارم که بهترین ها در سال جدید پیش روتون باشه. در راستای نکاتی که گاهن پیش میاد، دوستان میپرسن در مورد نوع نشستن پشت ساز، زاویه ساز دست گرفتن، مخصوصا در مورد تار، به ذهنم رسید که یه ویدیو کوتاهی خدمتون ارائه بدم از حالا تجربه‌ای که خودم داشتم و مخصوصا نکاتی که در خدمت اساتید بودم و دیدم. ببینید، چیزی که همین ابتدا اشاره کنم مهمه اینه که نتیجه حالت ساز دست گرفتن به سونوریته خوب برسه، یعنی مجموعه مضرابی که دارید، ها، شکل مضرابتون، وزن مضرابتون، جنس مضرابتون از یک سمت و حالت ساز دست گرفتن و پشت ساز نشستن، جایی که میشینید، بلندی و کوتاهیش یک سمت. از طرفی خود فیزیک نوازنده خیلی مهمه، اینکه کشیده است، بالاتن بلندی داره یا استخوانیه، یا اینکه نه چاق شکم داره و ساز رو چطور میتونه مهار بکنه، بالاتنش کوتاهه و یا بلندی بازو همینطور. و یک قسمت هم خود ساز هست، اینکه ساز چه فیزیکی داره، الگوش چطوریه، مخصوصا زاویه و خواب پشت نواره به کاسه، اون شیبی که هست به چه شکل هست، پشت کاسه، خواب پشت کاسه به چه صورتی که دست قرار دورش بچرخه و بیاد داخل، اون شیب میتونه دست رو کمی به سمت عقب بده یا خواب دست رو به سمت جلو راحت تر بذاره. و همه اینها در واقع آپشنایی هستن که میتونن کنار هم دیگه حالت ساز گرفتن رو مشخص کنن. منتها نتیجه به نظر من باید اینطوری باشه که ساز رو در حالت آرام و به نوعی میشه گفت که بدون فشار و انقباض دستمون بگیریم، یعنی نوازنده با سازش در صلح باشه، نه که به عنوان ساز زدن، حالا این اصطلاح هستن استفاده کنیم که بگیم داریم ساز رو میزنیم، در واقع باید نواختن باشه، نوازش باشه. به همین خاطر از شکل مضراب دست گرفتن، فشاری که به مضراب وارد میکنین، میتونه این مسئله تعمیم پیدا بکنه تا فشاری که ناخواسته ممکن نوازنده با ساعدش رو پشت ساز وارد بکنه، همین فشار میتونه منتقل بشه دست چپش و رو دست هم در واقع این فشار زیاد باشه و وقتی مضراب صفر میگیرین فشار زیادتری به سیم وارد میکنین، سونوریته ساز تغییر میکنه. و گاهن خود خب ساز هم اینکه سفت خونه، نرم خونه، میتونه تأثیر بذاره و نوازنده حالتی به خودش بگیره که با ساز جور در بیاد. همونطور که اشاره کردم، همه این مجموعه باید به این سمت بره که نوازنده حین کار احساس آرامش بکنه، فشار در حین اجرا نداشته باشه تا اون لطافت و اون حس اجرا در واقع به واسطه تکنیکش و آشنایی که با ساز داره و اون ارتباطی که با ساز میگیره به شنونده منتقل بشه. به همین خاطر اینکه فکر کنیم مثلا استاد شهناز چجوری می نشسته، استاد شریف چجوری مضراب دستش می گیره، شکل مضراب مثلا استاد لطفی چطوریه، حالت ساز دست گرفتن استاد علیزاده چه زاویه‌ای داره، همه اینها قسمتیش قابل تکرار هست، ولی نمیتونین به واسطه نوع نشستن و ساز دست گرفتن اون استاد یا اون شیوه ساز زدن رو و اون مخصوصا صداگیری رو کپی کنید. یعنی از چند حالتی که در واقع تأثیر میذاره توی صداگیری، یه قسمتش این حالت نشستنه که شاید تازه حالت در واقع قسمت کم تأثیرش باشه. به هم خاطر خواستم تذکر بدم، به نظر من دوستانی که ویدیوهای نوازنده ها رو میبینن و اونها رو میبینن که مثلا مثل استاد شهناز نشسته پس ما این کارو کنیم وقتی میزنیم این صدا رو میده، اصلا اینطوری نیست. حتی میتونین امتحان بکنین و به نظر من بهترین کار همیشه همینه که همه حالتهایی رو که میشه امتحان کرد و به یه امضایی برسید که اون نتیجه صداگیری خوب باشه، اون سونوریته در واقع مهمه. یعنی اگر چشمون رو ببندیم و صدای ساز نوازنده رو گوش کنیم و بگیم چقدر خوبه یا صدا چقدر شسته رفته است، تمیز صدا میده، صدا حال خوبی داره به جز بحث جمله بندی ها، و بعد باز کنیم و ببینیم که ای چرا حالت دستش اینطوریه، به نظر من البته نمیشه ازش ایراد گرفت. نتیجه این ارتباط نوازنده و اون مضرابش و حالت دستش با ساز اینطوری شده که این صدای خوب داره در میاد. و صرفاً که بگیم خب من نگاه میکنم به استاد لطفی که چجور نشسته ساز دستش گرفته من همون کار میکنم، به نظرم تکرار بیهودهی میتونه باشه، به خاطر اینکه فیزیک من شبیه اون استاد نیست و حالت نشستنم و ارتباطم با ساز و حتی سازم و زوایای سازم و حتی تاچ من، این که مثلا من چه فشاری در حین مضراب زدن به ساز میارم و چه فشاری انگشتان پشت پرده ها میاره، اینا چیزایی که دیگه نمیشه
خیلی کپیش کرد و فقط میشه نزدیک شد، که حالا اون بحث این که اصلا این نزدیک شدن خیلی صحیح هست یا نه، اون یه بحث جداییه که خب تا حد زیادی سلیقه‌ای. چند نمونه به خاطر اینکه بحث رو با مثال در واقع به نتیجه رسونده باشم خدمتتون ارائه میدم. ببینید، فارغ از اینکه این ساز کاسه بزرگ یا کاسه کوچیک، اون شیبی که گفتم منظورم این قسمت ساز هست که توی شکم و پهلو میشینه و باعث میشه که زاویه ساز تغییر بکنه، وقتی من یه جایی نشستم که سطح پایینی داره و به همین خاطر دیگه نمیتونم پا رو پا بندازم یا زیر پایی استفاده بکنم، پس این شیبی که پام در واقع ایجاد میکنه و ساز رو میتونم نگه دارم، این حالت هست. خب من دستم رو پشت ساز میذارم بدون فشار آنچنانی و ساز به واسطه زاویهش یه جوری یه زاویه پیدا میکنه نسبت به تنه، یعنی این بدون فشار و دستم راحت. حالا اگه پشت ساز گردی بیشتری داشته باشه ممکن این حالت بشه، این خواب یه ذره اینطوری بشه، فشار به مچ میاد، طبیعتاً به مزراب زدن فشار وارد میکنه. به نظر من سازی که این الگو رو داره خیلی مناسب و راحت نیست، ولی این نظر شخصی منه. به هر حال وقتی ساز رو گرفتم یه جوری نشسته، سعی نمیکنم که بگم مثلا اگر استاد علیزاده ساز دستش گرفته اینطوری گرفته، منم پس از این پشت بیام و پس اینطوری بگیرم، کما اینکه استاد علیزاده ممکنه بالا تنش در واقع به اندازه ولتنش به صورتی باشه یا وقتی پاش رو پاش میندازه یا میشینه پا طوری بیاد بالا که این زاویه متناسبش باشه، این در واقع این راحتیه باز تو اون حالت هم لحاظ شده. مثلا الان اینجوری که من نشستم این حالت راحتی هست، بدون فشار، انقباض ندارم، اینجا فشار نمیدم. به قول اصول لطفی میگفتن وقتی دارین ساز میزنین باید حالتی در واقع ارتباطتون با ساز طوری باشه که اگر وسط اجرا ساز دستتون کشیدن ساز در بیاد، هیچ انقباضی نباشه، ساز رو نگه ندارین، فشار ندین. حتی میبینید توی مثلا نواخت های استاد شهناز و استاد شریف به راحتی دستشون رو هی جلو عقب میکنه، جاهای مختلف استفاده میکنه، این نشون میده که اون فشارها و چسبندگی ها و انقباض ها وجود نداره که نوازنده اینجور راحته، در حالی که ممکنه وقتی نگاه باز فیزیکی ببینید نه مثلا اینکه افتاده رو ساز، اصلا اینطوری نیست. به هر حال ببینید الان من با همین بالاتنه با همین نوع نشستن، اینجایی که پشتم به پشتی تکیه نمیکنه و اومدم جلوتر مثلا یه قوزی به ایجاد میشه، یعنی در واقع زوایام طوری میشه که این حالت خوبه. حالا اگر تو همین نشستم مثلا پام رو پام بندازم و زاویه تغییر بکنه، دست زاویهش تغییر میکنه، من دیگه اصرار ندارم که نه باید دستم اینطوری باشه، الان اینجوری باید بگیرم، مثلا استاد علیزاده طوری که این در واقع نشستنشون رو باید ببینید. یا اگر که نه استاد لطفی باشه و چهار زانو بشینه، با واسطه اینکه تکیگاه کمی به سمت بیرون میره، ساز هم با خودش یکم میره بیرون و اون وقت میبینید که دسته به سمت بیرون اومده، این ذره به سمت پهلو رفته و حالت نشستن در واقع ساز دست گرفتن تغییر کرده. یا استاد شهناز، خب به نظر من از لحاظ فیزیکی وقتی نگاه بکنید، من اگر که مثلا کمی شکم داشتم ساز ازم دورتر میشد، قاعدتا دستم ممکن راحت نباشه. خب خود به خود کسی که اینطوری ممکنه این مقدار ساز رو سمت خودش بچرخونه، یعنی این نیست که من این کار رو میکنم تا فقط صدا مستقیم‌تر به گوشم بیاد که تأثیر داره، ولی حالت ساز زدن تغییر نمیکنه. یعنی لازم نیست اگر قراره که شیوه استاد شهناز رو از لحاظ سونوریته و کیفیت ارائه جمله ها کپی کنم، حالتم رو تغییر بدم، بگم نه من حتما باید اینجوری بشینم بزنم تا مثلا شهناز بشه. کما اینکه مثلا استاد شهنازی رو میبینین حالتی که میشینه و اون شق و رقی که توی حالت نشستنش هست، حالت ساز دست گرفتن رو فرق میکنه. یا توی مضراب زدن میبینین که مثلا یه مقدار حالت مشت کردن توی دست استاد شریف هست، ولی وقتی میزنه خیلی نرم میزنه، یعنی من اگر بخوام فقط کپی کنم بدون اینکه فکر کنم نتیجه کار رو، ممکنه مضراب اصلا با واسه فشار 60 سفت بگیرم، در حالی که شما وقتی میزنه اصلا اینطوری صدا نمیده. به هم خاطر چیزی که از این توضیحات میخوام نتیجه که بگیرم که خواهشم اینه، مثلا علاقه‌مندانی که دارن شکل میگیرن در واقع به سمت فرم گرفتن میره ساز دادنشون، فقط کپی نکنن، فکر نکنن اگر کسی اینجوری گرفت و بعد هی هم مثلا تکون داد دستش و اینها، یعنی الان اون شیوه شکل گرفته، اون یه قسمتی از ارائه است. باید ببینین شما بالاتنتون، فیزیکتون، حالت دست گرفتنتون، شکل مضرابتون، خود ساز، جایی که میشینین، اگه من جای بالاتری بشینم خب زاویه ساز میتونه تغییر کنه. یا حتی الان یه مقدار در واقع خارج از بحث میشه ولی اشاره میکنم، ویدیوهایی که نگاه میکنین ممکن مثلا ببینین بویک آقا مثلا ساز گرفته اکثرا اینجوری پایین دسته و رو ساز افتاده و داره میزنه. خب شما باید اون شخص رو تو اون شرایط ببینید، ببینین حال روحیش اصلا چطوریه. کما اینکه ما نوازنده داریم که مثلا دراز کشیده استاد داده ساز دستشه داره چند تا مضراب میزنه،
تو کنسرت که نیست، یا در واقع تو حالتی نیست که فکر کنین داره کمی جدیتر به داستان نگاه میکنه. میشه همه در هر حالتی ساز زد، ولی باید در نظر بگیریم که این تبدیل به شیوه نشه، این نشه که من اگر میخوام مثل اون بزنم اینطوری میگیرم و میزنم، دستر میگیرم بالا، مثلا طرف بالا تنه باری که بلندی داره، و بعد اگر که این رو اینجوری بگیره دیگه خیلی در واقع زاویه هاش تغییر میکنه، یا مثلا اینجوری میخواد بشینه و دستر هم میخواد اینجوری بده بالا. خب باید ببینید اینها از لحاظ فیزیکی فشار ایجاد میکنه یا نه. و هم خاطر خواهشم اینه که فقط کپی نکنیم، فقط فکر نکنیم اگر استادها رو از لحاظ ظاهری تکرار میخوایم بکنیم نتیجهش به شیوه سازدارم وارد میشه. این مسئله در واقع تاری مقدار متنوع‌تر متاسفانه توی کپی کردن، و یا میتونه هر کسی در حالتش رو تا حدی پیدا بکنه، و مهم اینه که صدایی که در میاد صدای خوب باشه و نوازنده راحت باشه، ساز با ساز در واقع مشکل ارتباطی نداشته باشه. توی ستار کمتره، ولی به هر حال تو ستار هم هست. مثلا من میبینم که اشاره میکنن دوستان که استاد لطفی این شیوه رو میگیره دستش ساز میزنه، مثلا اون یکی استاد اونطوری میگیره. باز باید به شرایط نشستن و اجرا دقت بکنید. مثلا وقتی که کسی مثل استاد لطفی چهار زانو میشینه، باز نشیمنش تغییر میکنه، میزان قوز کردن رو ساز، راحت نشستنش تغییر میکنه، دست رو دیگه اینجوری بالا لازم نیست بگیریم، میریم پایین تر. البته طبیعتا ورود دست زاویه‌ای که به همون خاطر چه مضراب دست راست چه دست تو ستار چه توی تار مضراب زدن ایجاد میکنه نسبت به سیم، روی صدادهی تاثیر داره. ولی میخوام بگم که کپی کردن قرار نیست اون نتیجه بده، قرار این که قواعد با خود نوازنده توی حدی جور باشه. به همین خاطر اینکه من مثلا اینجا بشینم و دست اینطوری بگیرم، اگر چهار زانو بشم دست کم میاد پایین تر، ولی دنبال اون سونوریتی هستم که حالا دوست دارم یا شکل گرفته، و به همین خاطر باید مراقب بشم باشین در ابتدا. وگرنه که دست وقتی از پشت وارد میشه طبیعتا نوک ناخن وقتی میخوره گردی نوک ناخن با لبه ناخن صدا فرق میکنه. از طرفی باید فکر کنیم که اون ناخن رو داریم، مثلا تو ستار حالا دارم اشاره میکنم، اون شکل ناخن رو داریم یا نه. باید ببینید استاد لطفی مثلا ناخنش چه شکلی بوده، از کجای ناخن اون صدا رو میگرفته، و حتی خود ساز که همون که میبینین سازه متفاوتی دست اساتید هست. استاد علیزاده با یه سازی میزنه، استاد لطفی با یه ستاره در واقع اجرا میکنه، و اون ممکنه با گوش ناخن بزنه اون صدا رو نگیر از یه ساز دیگه. به همین خاطر یه مجموعه است. خواهش میکنم که مراقب تکرار کردن ظاهری حالت نشستن و ساز دادن اساتید باشین و مقایسه کنین و ببینین تو اون حالت نشستن، تو اون شرط سنی نشستن، تو اون فرم ساز دادن، با چه سازی ساز دادن، چه صدایی گرفتن، همه اینها لحاظ بشه و نتیجه برای شما شخصی ولی به سونوریته خوب در واقع بیانجامد. امیدوارم که توی حدی کمک کرده باشم. موفق باشید.